بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر باشه. خوشحال هستم که در این هفته برنامه شهر ورزش در خدمت شما قرار دارم. این هفته برنامه شهر ورزش تا یک ساعت آینده من قیس نوبی تقدیم شما میکنم. در این هفته برنامه شهر ورزش فاروق عثمانی عزیز در برنامه می داشته باشیم و در رابطه با رقابت های لیگ قهرمانان اروپا همراهش صحبت می داشته باشیم و در ادامه هم علی ظفر عاطفی را ارتباط اسکایپ همراهش می داشته باشیم و همچنان سوراب سلاشور معاون فدراسیون موتای افغانستان در برنامه می داشته باشیم در رابطه با رقابت های جهانی این رشته که فعلا در حال برگزاری است. بیشتر همراهشان صحبت های خود می داشته باشیم و در بخش پایانی همچنان سهیل احسان‌زاده را در برنامه داریم و در رابطه با راه یافتن سهیل احسان‌زاده با سازمان UFC گفتگو میکنیم امروشان. فعلا همکار عزیز ما فردین احمدی گزارش تهیه کردن. از شما دعوت میکنیم که یک جا با هم بریم گزارش ببینیم و در ادامه با شهر ورزش باشیم. داشتن اندام زیبا و مناسب آرزوی هر ورزشکار است. سلام، با گزارش نفته شهر ورزش خوش آمدید. امروز آمدیم در یکی از کلاب های زیبایی اندام تا از زیبایی این رشته ورزشی و حرکات زیبای این رشته ورزشی به شما گزارش تهیه کنیم. امیرخان رضایی هستم، یک تن از ترینرهای اکسیژن. استاد، امروز تصمیم داری کدام حرکت بر ما نشان بدیم؟ امروز تصمیم داریم حرکات بازو را اجرا کنیم به خاطر کسایی که نو به کلب رو میارن یا به جیم بلد نمی باشن و ما با اونا کار میکنیم تا که خوبتر بتونن بازو و اندام خوب جور کنن. بریم بخیر استاد. بریم. استادی، کدام حرکت است که میریم؟ این حرکت که است بخاطر پیش بوزو است، ماشینی است، بخاطر عضلات پیش بوزو است که بخاطر رشد است. نوی جان، فشار زیاد خسرت نمه؟ فشار حرکت است تو فشار نمه. استاد، حرکت بعدی را که میریم چی است؟ حرکت بعدی را که میریم بخاطر پیش بوزو است، حالتری پیش بوزو. و ای با کسایی که نو مبتدی می باشن حرکت بسیار به شدت می زنن یا به قسم میرن که نامناسب و فرد می باشه یا کسی که نو میه باید به شکل درستش رفته شد و تا سر سینه بالا شود و پایینم تا آخر پایین شود به خاطر که پیش بازو را کش کنه و درست فایده بکنه برشن. چند سید زده میشه یه حرکت است؟ سه سید هم میشه، چهار سید نظر به برنامه یک فرد می باشد. فعلا که ما اجام میکنیم سه سید میزنیم. حرکت بعدی را که میریم کراس کیبل است، کراس کیبل ماشینی به خاطر پیش بازو است، به خاطر رشد پیش بازو است. پس میدیده میشه ببینن عضله حرکت پیش بازو تکان میخوره یا به حرکت آمده و این به پیش بازو بسیار خوب است و به کسایی که یک چند مدت تمرین کرده باشه این حرکت بسیار مفید و خوب است. استاد، بازی حرکت هم مثل دیگر حرکت ها را سه سید رفتن میشه؟ بله بله، سه سید رفتن میشه، تعدادش هم 12 تا 15 و فرق میکنه دیگر باز نظر به افراد. استاد، حرکت بعدی را میشه بگوین چی است؟ حرکت بعدی پیش بازو دنبلی است که قسم دیده میشه در تصویر. دنبلی پیش بازو و خصوص همی کارت بزرگ پیش است. دیگه این بزرگ است. دیگه کسایی که مثلا نو میای یا مبتدی می باشن بسیار با عجله وزن می زنن و فکر می کنن در یک روز ساخته می شن بسیار با عجله. اما او قسم نمی شه. صحیح قسم که شما می بینید سر تا بالا بی تو به این حالت رفته می شه به طور مرتب و به منظم که یک نفر خوب نتیجه بگیره و بزرگش رشد کنه خوبش و مقبول. پیروزی و پیشرفت در انتظار تصمیم گیری و حرکت خودت است. قوی باش، ادامه بده. تا گزارش بعد، خدا نگهدار.
با شما هستیم و هفته گذشته در شب 28 می کاکاشونیا توانست که 1-0 لیورپول شکست بده و فاتح لیگ قهرمانان اروپا باشه. در این رابطه با فاروق عثمانی عزیز هستیم، کارشناس فوتبال، و بیشتر در مورد لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا صحبت می داشته باشیم. خوش آمدین عثمانی صاحب. سلام، وقتتان بخیر. سلام خدمت شما، همکاران عزیز و تمام بیننده‌های برنامه شما. سلامت باشین. حذف تیم‌های مثل پاری سن ژرمن، چلسی و پیروزی در مقابل لیورپول و همچنان قهرمانی خود ریال مادرید چگونه دیدین؟ خب در دو کلمه ما اول می‌خوایم بگویم شگفت انگیز و غیر قابل پیش بینی. در شروع فصل لیگ قهرمانان هیچ کس فکرشان نمی‌کرد ریال مادرید بتونه امسال از مدعیان اصلی ایجام باشه، به خاطر از اینکه تیم‌های قدرتمند مثل پاری سن ژرمن با خریدهای وسترایی را که جذب کرده بود یکی از شانس‌های نخست قهرمانی بود، همچنان تیم منچستر سیتی که فوق‌العاده قدرت تیمی خوب در اختیار داشتن، بایر مونیخ و سه تیم در کنار لیورپول از چهار مدعی نخست شمرده میشد. اما وقتی که ما دیدیم رئال مادرید موفق به حذف پاری سن ژرمن شد و بعدش آمد چلسی را حذف کرد و بعدش آمد منچستر سیتی را حذف کرد و در فینال هم بازوی لیورپول را خوابان، یک میتونیم بگوییم که فوق‌العاده شگفت انگیز بود. بخاطر از اینکه رئال مادرید امسال از لحاظ کیفیت تیمی، قدرت تیمی قدرت تیمایی مثل پاری سن ژرمن، چلسی و سیتی را نداشت، اما انسجام خوبی که داشتن و تجربه خوبی که در لیگ داشتن و تاریخ پرشکوهی که دارن در لیگ قهرمانان، یک پیش‌داوری و ذهنیت مثبت به بازیکنان و کادر فنی تیم همیشه میده که رئال مادرید با وجودی که اگر تیم قدرتمند باشه نباشه، اگر فصل که مدعی شمرده شوه نشوه، بازم هم پیش‌داوری وجود میداشته باشه که رئال مادرید همیشه از مدعیان اصلی لیگ قهرمانان اروپا است. خب من میتونم خلاصه بگویم که رئال مادرید امسال اصلا غیر قابل پیش بینی حضور داشت، حضور پیدا کرد و قهرمانیشان هم مقابل لیورپول و سیر گذشت که آمدن تیمایی را کسب کردن فوق العاده قابل تقدیر و قابل ستایش است. و در لالیگا چگونه دیدین عملکرد ریال مادرید؟ خب در لالیگا امسال دو حریف اصلی رئال مادرید که بارسلونا و اتلتیک مادرید باشه، امسال قدرت کافی را نداشتن و رئال مادرید کار ساده‌تر داشت. بارسلونا دچار بحران بود، مربی خود در این فصل عوض کردن، رونالد کومان اخراج کردن، ژاوی را آوردن جانشین ساختن و همچنان دیگو سیمونه که با اتلتیک مادرید فصل‌های گذشته خوب نتیجه می‌گرفت، امسال در شروع فصل بسیار بد زاید شد. فصل با بارسلونا هر دو یک جای خراب شروع کردن، تا وسط فصل در وسط جدول هر دو تیم بودن، بعدن کم کم اینا دوباره جایگاه خود پیدا کردن و توانستن که به بالا برن. رئال مادرید کارش ساده بود، تعریفایش از قدرت کافی برخوردار نبود و توانست که با سادگی و با اختلاف بسیار زیاد در پایان فصل بتونه قهرمانی خود را مسجل سازه. کدام بازیکن بهتر بود؟ کریم بنزما، تونی کروس یا وینیسیوس؟ خب من فکر میکنم اگر تونی کروس حذف بکنیم، تاثیرگذاری کورتوا یا کورتیوس در دروازه‌بان رئال مادرید کم از تاثیرگذاری وینیسیوس و کریم بنزما نبود. امسال سه بازیکن فوق العاده مهره‌های کلیدی بودند برای تیم رئال مادرید کارلو آنچلوتی و توانستند که با تاثیرگذاری بیش از حد فردی امسال رئال مادرید هم قهرمان لیگ بسازند و هم قهرمانان لیگ قهرمانان بسازند. در حد نخواست من فکر میکنم که بیشتر از همه یکی ای که کریم بنزما فوق العاده تاثیرگذار بود، هم به خاطر قدرت رهبری خوبه که داشت تیمشان و هم به خاطر از اینکه مسئولیت بسیار زیاد در کارهای تیمی، در بازی سازی، حتی در گلزنی و داشت، و همچنان وینیسیوس جونیور که امسال یک فصل فوق العاده خوب خود پشت سر گذاشتن و با تکولش هم دانست که قهرمان. بله، بدون شک وینیسیوس امسال کنار کریم بنزما به خوبی با هم سازگاری پیدا کردن و تجربه‌ای که بنزما داشت به خوبی توانست که همو آموخته‌های خود به وینیسیوس انتقال بده و یک زوج خوب را تشکیل بدن که باعث اصلی رئال مادرید شود که قهرمان در لیگ قهرمانان باشه و همچنان قهرمان لالیگا. و اگه بیایم در لیگ فرانسه، علت فصل ضعیف مسی را در پاری سن ژرمن در چی دیدین؟ خب لیونل مسی بازیکن است که بسیار فروتن است و در این حال خجالتی، از کودکی به این شکل بزرگ شده. لیونل مسی وقتی که نوجوان بود آمد به بارسلونا، یعنی تمام عمر فوتبالی خود در عرصه پروفشنال در یک شهر، یک باشگاه و در یک کشور گذشتن. بازیکنان که همیشه مثلا در یک باشگاه و یک کشور برای سالیان متمادی فوتبال میکنن و بزودی مثلا 3 سال و 4 سال و 5 سال از یک لیگ به دیگری منتقل نمیشن، اونا با یک محیط و یک فضا و
کلن یک سبک عادت میگیرن. لیونل میسی هم که امسال وقتی به پاریس سن ژرمن منتقل شد برای خودش هم غیر قابل باور بود، برای بارسلونا هم حتی برای هواداران همچنان. خب میسی با بارسلونا تقریبا سالهای سال بازی کرد، با سبک و فلسفه بارسلونا آشنا شده بود، به خوبی میتونست که تیم‌های خود پیدا کنه، از خوب و بد و آ و نه و بارسلونا به خوبی آگاه بود، بخاطر که از تمام دوران فوتبالی خود همونجا بازی کرد. با این نظرات اخیرشون هم خودشون هم به میشه بله، با این نو وقت شما میایین با یک محیط جدید روبرو میشین، دفعتاً با شما غیر قابل پیش بینی هم باشه، با یک فضای جدید، با فضای جدیدی که هیچ وقت شما تجربه نکردین، تا تجربه گذشته نبوده. طبعا تا که شما وفق پیدا میکنید یک مدت را در بر میگیره. بازم به خاطر اینکه لیونل میسی در فصل نخست خود توانست 11 گل و 14 پاس گل داشته باشه در لیگ فرانسه در 34 بازی، نمیتونیم بگیم عمل کرده بعد داشته، اما مطمئنن برای یک بازیکنی که نام نشانش چون میسی باشه یک تعداد آمار کم است. و طبعا من فکر میکنم که دیروز مصاحبهش هم خودش داشت گفت که فصل دومم میلک در پاریس ژرمن به مراتب بهتر و متفاوتتر از فصل اول باشه. بله، و به عنوان آخرین پرسش، لایق توپ طلای امسال کی میبینید؟ خب بدون شک کریم بنزما، حتی خود میسی هم دیروز، چون میسی آخرین برنده توپ طلا است، دیروز در کنفرانس مطبوعاتی که با تیم ملی آرژانتین داشت اظهار کرد که کریم بنزما امسال فصل فوق‌العاده خوب پشت سر گذاشتنده، چی از لحاظ فردی چی از لحاظ تیمی. با رئال مادرید هم قهرمان لیگ شد، هم قهرمانان چمپیونز لیگ شد، و از لحاظ فردی هم که توانسته بود آقای گل لالیگا شود، آقای گل لیگ قهرمانان شود، بیشترین پاس گل داشته باشه، بیشترین تاثیرگذاری داشته باشه، و گل های بسیار کلیدی که به ثمر رساندن توانست رئال مادرید بکشه به فینال لیگ قهرمانان. طبعا بدون شک هیچ حریف نداره بنزما، و یکی از سالهایی است که ما میتونیم با راحتی و آسانی بگوییم که امسال برنده توپ طلا اینی بازیکن که کریم بنزما بوده. بله، است. و پرزیدنت در جشن قهرمانی خود رئال مادرید گفت که به سال آینده هم آمادگی دارن که 15مین قهرمانیشون رو تجلیل کنن. خب بدون شک ذات بشر و ذات ورزش همین چیزی است که هر چقدر یک چیز به دست آورده میشه دوباره آدم میره به سراغ بعدیش. طبعا در فوتبال هم همین گپ است، وقتی یک تیم برنده جام میشه استاپ نمیکنه دیگه، بوی مرا بس هست. طبعا هدف شمی است که دوباره به افتخارات خود بیفزایه و بره به سمت گام های پیشتر و رکورد های بهتر. رئال مادرید چون یک تیم بسیار پرتجربه و خوب دلیل قهرمانان است، بدون شک میتونه که به جام 15 هم آماده شوه، اما این بار دیگه شاید حریفاش هم حریفای اروپایی باید متوجه باشند دیگه که جلو رئال مادرید بگیرن، این رقمی که اینا میرن پیش میرن طبعا برای سایر تیم‌ها مشکل ساز میشه. تشکر از حضورتون عثمانی عزیز. بینده عزیز، فعلا هم وقفه و پس از وقفه شروعه. با شما هستیم و شهر ورزش ادامه داره. رقابت‌های جهانی موتای با حضور 600 ورزشکار از 81 کشور جهان و از 5 قاره در امارات متحده عربی برگزار شد که متاسفانه از افغانستان هیچ ورزشکار نداشتیم. فقط یک ورزشکار که در این رقابت‌ها حضور داشتند، سید روح‌الله موسوی بود که این ورزشکار هم از داخل افغانستان نبودن اما از خارج از افغانستان در این رقابت‌ها حضور داشتند. در این رابطه استاد صلاح شور معاون اداری فدراسیون موتای در استودیو داریم و همچنان علی ظفر عاطفی را از طریق خط اسکایپ از محل برگزاری رقابت‌ها در برنامه می داشته باشیم. خوش آمدین استاد. سلامت باشین، سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز. در رابطه با رویدادی که در ابوظبی هست باید یادآور شوم ما تلاش‌های خود کردیم، کوشش‌های خود کردیم که ما یک ارتباط قوی سازمان جهانی افما برقرار بکنیم تا بتونیم ما امو تیمی که فعلا اینجا تمرین میکنند یا امو عضو تیم ملی را ما ایزام بکنیم ما مسابقات تیم ملی. چندین بار ما قضیه تربیت بدنی هم در تماس شدیم و می موضوع را یادآور شدیم که باید فدراسیون ملی موتی افغانستان بعد از تحولات یک تغییرات به میان آمد، چون رئیس های سابقه سفر تحصیلی داشتن و افغانستان را ترک گفتن رفتن خارج و همچنان استاد عاطفی امیر حسین حسینی و استاد از جمع هیئت رهبری خود علی ظفر عاطفی به خارج از کشور سفر کردند. ما نتونستیم که ارتباط برقرار بکنیم قد سازمان جهانی. چرا نتونستیم صد؟ یگانه دلیلش این است که در تربیت بدنی که ما
اونجا در تماس شدیم، اونا گفتن که افغانستان به رسمیت نمیشناسه تا که افغانستان به رسمیت بشناسه که ما بتونیم از طریق خود وزارت خارجه ما بتونیم یک ارتباط برقرار بکنیم و محولش کردن به فدراسیون. فدراسیون ما تماس ها قدی خود استاد عاطفی ما در تماس بودیم، قدی خود امیر حسین حسینیم در تماس بودیم، اونا هم وعده و وعید هم دادن. دیگه بعضی کسایی که در خود سطح رهبری سازمان جهانی افما کار میکردن قدر اونا هم در تماس بودیم، اونا هم گفته بودن که انشاءالله بعد از بازی امارات در ابوظبی هست ما میتونیم باز ارتباط شما را برقرار بکنیم. عاطفی صاحب صدای مرا دارین، وقت شما هم بخیر باشه. سلام، درود دارم خدمت شما و تمام بیننده. صحبت های سلاشور صاحب شنیدین؟ بله بله. و رقابت هایی که در حال برگزاری است از دید شما چرا نتانستیم که در اینجا حضور داشته باشیم؟ من یک چیز میخوام یادآور شم، رقابت های جهانی در واقع یکی از بزرگترین رویداد در رشته ورزشی است. مثلا یک بار از فدراسیون جهانی برگزار میشه و کشورهای عضو باید در رقابت ها شرکت بکنه. اینکه ما افغانستان نتونسته در این رقابت ها شرکت بکنه برمیگرده مسئولینی که فعلا در داخل افغانستان فعالیت میکنه و اینکه چرا نتانسته شرکت بکنم اینا باید مهمان کلن در برنامه تون باید او پاس بکنم باشه، چون ما در گذشته همون مسئولیتی که داشتیم در قبال ورشکار افغانستان تلاش ما برای بوده که بکنه درست شنگیم بودیم. در این رقابت ها ما کدام مانعی برای ورشکار افغانستان نبودیم و یا اینکه مثلا بگویم که از ما تقصیم از خودم مثلا همکاری خواستش و مثلا انجام ندادم، چون که همو سلسله مراتب اداری امیر انتظارش میره که بعد آدم وقتی در جای فعالیت داره یا مسئولیت داره با توجه به شرایط و اصول اداری باید رعایت کنه. امو وقتی خود گذشته انجام داده، این برنامه فرصتی که فعلا بر دوستای دیگه ما در افغانستان هستن فعالیتی که انجام میده بودم خودشون برنامهشون را پیش ببره و بکنم دخالت هم خود کردیم. فقط ما اگر در این مسابقه شرکت کردیم با توجه به حالتی که در گذشته در فدراسیون افغانستان همکاری با فدراسیون جهانی داشتیم با دعوت رسمی فدراسیون جهانی محیط های حضور دارم، من همچنان سید روح الله موسوی یکی از بازیکنان با تجربه و خوب سابقه تیم ملی محیط افغانستان هم در کارنامه داره شرکت کرده که ما با دعوت رسمی فدراسیون جهانی شرکت کرده. حالا خرسند هستیم فدراسیون افغانستان نبوده؟ ما از فدراسیون جهانی دعوت شدیم. من تا امو علمانی که برای ما داده میشه ITO یا International Technical Officer به عضو فنی مسابقات میشه و یعنی حتی با ایدی کارد من مثلا نوشته نمیشه که مثلا من درست اما درسته که برنامه سلاشور صاحب عاطفی صاحب شما رو در برنامه می داشته باشیم. سلاشور صاحب یک مورد دیگه ای که شما یاد کردین به خاطر عدم به رسمیت شناختن افغانستان بوده در رقابت ها شما حضور نداشتین، در تاریخ 5 الی 11 دسامبر رقابت های جهانی هم در تایلند برگزار شده بود، دو نماینده از افغانستان داشتیم، دو رقابت ها چطور باز نماینده داشتیم و در رقابت ها نداشتیم؟ یک چیز یادآور شوم جناب عاطفی صاحب، ما مسئله اداری و مسئله کاری یادآور شد. بیاین ما شما صادق باشیم در هر کاری که هستیم، در هر برنامه‌ای که میگیریم ما صداقت خود داشته باشیم. می قدیم ما کس در تماس نشد، ما قدی جناب عاطفی صاحب قدی خود امیر حسین حسینی رئیس ما هست، رئیس ازبق بود، ما قدی اونم در تماس شدیم که شما یک کار بکنین. اما کسایی که در افغانستان در کوچه ها و پس کوچه های افغانستان تمرین میکنند در دیمی شرایط فعلی با وضعیت خیلی نامساعد اونها تمرین میکنند، شما هم زمینه رقابتش هم برقرار بگنید. در واتساپ ما هست، اگر شما خواسته باشید من پیامتون رو نشان میتونم، شما زمینه رو مساعد بکنید. به خاطر که شما در سطح رهبری بودین قطعی سازمان جهانی افما شما در تماس مستقیم هستین که خود جناب عاطفی صاحب دنمی رویداد اشتراک کرده، گفتیم شما بگیرید همین یک ارتباط برقرار بکنیم تا ما بتونیم امو نظر به شایسته سالاری، نظر به کسایی که منتخب میشه در تیم ملی و در رقابت ها اول میشن ما اعزام بکنیم به این مسابقات بیرون مرزی.
و اونو باز کل مسئولیت ها را بس دوباره بر ما واپس کردن، گفته بی مسئولیت های خود شما هست، خودتان هر تصمیم میگیرین بگیرین. در حالی که یامی ایمیل آدرس پیش کیست، در حالی که ایمیل آدرس هم پیش از ما هست قید کردن، خود یک سایت داریم ما، سایت هم پیش از اون قید هست و سایت خود صفحه رسمی فیسبوک هم هست پیش از اون قید هست که ما فعلا شما تحویل ندادن. نه نه تا نمی فعلا هم ما قدر اینا در تماس شدیم، گفتیم که سایت هم بده، سایت هم ندارم. بعد وسایل دیگه که پیش معاون صاحب اداری بود و از اونا تسلیم گرفتیم، اون تسلیم خودم شد و خیلی اکثریت چیزای دیگه میال کامران پیش خود استاد عاطفی هست. نباید درست. این برنامه باید بگیم، خب بعضی گپای هست باید بگیم. و در رقابت سال گذشته که در تایلند بود، یکی از یوسف جهانگیر بود، من خودم عضو تیم ملی هستم، تازه تیم ملی برگزار نشد، دو سال پیش تیم ملی برگزار شد، من تامل عضویت شده دارم. این بعض علایق ها بود، بعض موارد ها، هیچ بچه های تیم ملی خبر نداشتن، فقط یک نفر دو نفر خاص، یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی. یک مسئله ما استاد عاطفی هم صدای من رو میشنوه، جعفر عاطفی برادر استاد علی ظفر عاطفی است، هیچ وقت قهرمان تیم ملی نبود، در هیچ دوره ای نبود. نظر به علایق، نظر به ارتباط که خود استاد عاطفی داشتن، اینم یارو به سفر تایلند اعزام کرده. این می بزرگترین خیانت در حق بچه‌ای که در افغانستان تمرین میکنن، در افغانستان مبارزه میکنن، بزرگترین خیانت نیست چی هست؟ شما با کدام ارتباط، با کدام مناسبت شما برادرتان را روان کردن؟ قهرمان نبودن. هیچ وقت قهرمان نبودن. هیچ وقت هویت تیم ملی را نداشت. هیچ وقت من ایدم از سر سکوی قهرمانی بالا شده باشه. شما میتونید جستجو بکنید، پرسان بکنید، خودم هم عضو تیم ملی بودم. در اونجا یوسف جهانگیر، یوسف جهانگیر که قهرمان ماست، کاپیتان تیم ملی بود و حالا هم کاپیتان تیم ملی هست. بله. ما قد از اون مشکل نداشتیم. اگر قرار بود تیم از افغانستان اعزام میشد، باید هیئت رهبری فعلی در جریان می بود که در جریان نبود متاسفانه، من خبر نداشتم بدی. اکثریت بچه‌ها تیم احمد دوازن کینگ اف کیلو قهرمان تیم ملی است، حالا فعلا در پاکستان به سر میبره. اونها خبر نبود. وزن 71 کیلوی ما، وزن 67 کیلوی ما اشرف است، اونها خبر هم نبود. در رقابتایی که در تاریخ 5 دسامبر برگزار شده و دو هم شما آگاه نبودین، هم در این رقابت ها دو مسابقات که سال گذشته برگزار شده بود و آگاهی نداشتیم، اونو خودشون ترتیب دادن. در این رقابت ها ما آگاهی داشتیم که نمیره کم، اگر رقابت هست در ابوظبی برگزار میشه، چون نسایتش پیش ما هست، نه کدام ارتباط مستقیم ما پیدا کردیم قد از اونو، اینو آگاهی ندادن. مگر نه ما میتونستیم امیال تیم در تمام ولایت ها انتخابات ما گرفته شون، تیم منتخبه ما گرفته شون، ما تیم بسام میکردیم نظر با شایسته سالاری، ما میدونستیم اعزام میکردیم. عاطفی صاحب صدای مرا دارین؟ جعفر عاطفی برادر شما بوده و هیچگاه هم قهرمان تیم ملی نبوده و بخصوص در سالهای گذشته، و شما او را اعزام کردین به یک رقابت جهانی که خیلی هم مهم بوده. من میخواهم در رابطه با صحبت‌های آقای سلحشور هم نقطه را یادآور شوم، اولی که در خصوص اعزام تیم سال گذشته رقابت جهانی برگزار بود، اون مسابقات دعوتنامه کار کارهای اصولی داشت قبل از تحولات در افغانستان بیا انجام شده بود، مفتر شده بود ما میرام آماده ای کرده بودیم با شرکت. من برای با توجه به شرایط که وجود داشت با اعضای نه تنها یوسف جهانگیر یا کسای دیگه دور خوبات ها باش تماس گرفته شده بود اگه آماده ای، چون همزمان که تحولات در افغانستان بود، تحولات عاطفی صاحب چهار ماه پس از تحولات این رقابت ها بوده. اجازه بدیم من صحبت ها رو تکمیل کنم در حال شما میاییم. و تغییراتی که آمده بود و اهمیت بازی که در نظر گرفته شده بود، تلاش برای بود که داخل یک تیمی در اونجا حضور داشته باشه. در این رقابت ها و اشکرا رفتن شرکت کردن و نمایندگی خوب را افغانستان کردن. در رابطه با جعفر عاطفی بگم یک چیزی واقعا برادرم است، این تیم ملی مویتونیست شما من حیث گزارشگر ورزشی و آقای سلحشور من حیث هست چیمت کنن در فدراسیون افغانستان در بوره در ریاسته تربیت بدنی فدراسیون ها لیست هایی که در اونجا به عنوان عضو تیم حضور داره ببینه، در صورت اگر نبود ما در این تلویزیون شما در هر برنامه متاسفانه چون انترنت طرف شما ضعیفی میکنه و عاطفی صاحب صدای شما را ما درست نمیشنویم. من خواستم که بحث شاید خودی مونی بحث بگونه که دستانی شد در ساور که مثلا ما در این رقابت ها در خواستم روگلای مستقیمی که در واقع تانستیم فاینل رقابت های جانی کشده شده اعتمان شرکت کرده و پرداخته شد.
بیشتر دیده میشه که برنامه با حاشیه میره و دوست ندارن که مثلا و آتفیس بنوان آخرین پرسش چرا تا هنوز ایمیل آدرس تا حالا تحویل ندادین؟ یک اجازه بدین در رابطه به اتفاقی که دارن که مثلا از من ایلو کمک خواستش تفاره نکنه یک دروغ محصه این مدتی که شده آقای سلاشد یک تماس تو نداشته تنها یک پیامی مسجنجری که بام چند ماه قبل بود ببینی تحریف بر من روان کرده و ایمیل آدرس چرا تحویل ندادین تاله؟ اجازه ده من میرم میایم آتفی صاحب چون صدای شما به ما قطع وصل مه اگر کوتاه به ما همی سوال ما را پاسخ شده بتین اجازه بده من تکلیم اجازه من او را میایم روی ایمیل هم میایم روی تمام صفحات هم میایم ما برادر به او از میجی پاسته نشده و دوم دیگه در صلاح اتمام نیست مثلا ندارم کار کنم برمیگرده در رابطه به آتفی صاحب به صلاحیت کی هست؟ صلاحیت کسایی که فعلا در اونجا سمت فعالیت داره اونا باید مسئولیت داره که باید بیا مثلا کار بره باش بره افغانستان انجام بده نه ایمیل آدرس که قبلا بوده ایمیل آدرس که قبلا بوده اجازه بدین ایمیل آدرس حالی میمیم روش صحبت بکنیم ایمیل آدرس برادر امو ایمیل آدرس رئیس سازمان خود سازمان هیئت رهبریش کاپیش در اداره برش پس در المپیک افغانستان است خود امین دوستای ما که گذاشته فوقزور داشته با حیات رهبریش از سوی صفحات اجتماعی در ارتباط است بارها ما در جریان اون که سوی داره و افغانستان ایمیل شده سوی خود امین دوستای ما پیوان داده شده و شده یکی سازمان جهانی نپذیرفته مسئولیت در گردن من شده مدیریت فرم بوشده درست تشکر آتفی صاحب تشکر استاد ایمیل آدرس فعلا هم در دسترس شما قرار داره؟ فعلا ایمیل آدرس در دسترس ما قرار نداره همین خود سایت های صفحات اجتماعی که فعالیت میکردن با نام مویتای بود افغانستان مویتای نشنال فدریشن مویتای نشنال فدریشن همین هم کلش پیش استاد علی زفر آتیفی بود مسئول نشرات بود دیگه بعد لوازمی که مربوط کمیته نشرات می بود کلش مطلق پیش استاد آتیفی هست و در تربیت بدنی هم نیست پس در تربیت بدنی هم که رفتیم هیچ چیزش نبود اونجا و یک مسئله که راجع به شما هم تاله ایمیل نکردید ما هم تاله ایمیل نکردیم چون نتونستیم امرایش پیدا بکنیم تا ما ایمیل بکنیم چون آتیفی صاحب میگن که ایمیل کردین اما بر شما پاسخ مثبت نمیدن ایمیل نکردیم چون ایمیلش نداشتیم ما پیگیریم کردیم از طریق خود تربیت بدنی اونم گفت سرنوشت فدراسیون موتای چی خواهد شد خب پیش از اینکه دیگه قسمت جواب از این قسمت بهم یک قسمت میشم که راجع به استاد بیادر خود گفتن آتیفی بیادرش که در مسابقات بیرون مرزی رفتن گفتن اونو عضویت تیم ملی رو داره جعفر آتیفی هیچ وقت اونو عضویت تیم ملی رو نداشت ما سر سکوی قهرمانی ندیم شما میبینید از تک تک قهرمانی تیم ملی پرسان بکنین و میگن که او برین شما در ریاست فدراسیون تربیت بدنی پرسان بکنین نه در ریاست تربیت بدنی ای عضو آسیا خور تیم ملی بود آسیا کسایی که مستحق بچه تیم ملی میشد ای آسیا را ای جناب عالی به خاطر که سهم دو 4 نفر از کسایی که خودشان دایی چی بود ارتباط شاگردای خودش بود یکی علی زفر آتیفی بود یکی دیگه هم به نام شیر حسن حسینی بود دو نفر دیگه هم بود کیا مطلق مؤسسه تیم ملی مطلق به بچهای تیم ملی میشه تعلق به بچهای تیم ملی داشت اینا یارو شامل ازو کرده بودن شما شامل از تیم ملی شما زمانی که وضعیت تیم ملی رو داشتین اصلیه داشتین اصلیه داشتیم ما اصلیه رو میگرفتیم مشکل نداره در قسمت هر چه زمانی که اسیا می اومد ما اسیا می گرفتیم خب مگم کسایی که ارتباط مستقیم داشت خود علی ظفر عاطفی دیگرانه خود علی ظفر عاطفی 4 نفر کسایی که هیچ وقت خودیت تیم ملی رو نداشتن هیچ وقت قهرمان تیم ملی نداشت دوم خیلی یکی به نام امی خود جعفر عاطفی بود یکی شیر حسن بود سه دو دانه دیگه از این فراموش ما شده اگر شما خواسته باشین مامونم لیستش براتون روان میکنم یا چند سال اسیا گرفت از اون زمانی که استاد علی ظفر عاطفی نمی بخش بود در نمی بخش مسئول نشرات بود یا اسیا تیم ملی نمیرتین این بزرگ این خیانت ده حق از اون ورزشکارایی بودن که شعور و زحمت میکشن قهرمان تیم ملی بودن تشکر از حضورتان خب سرنوشت فدراسیون موتای به کجا خواهد رسید موتای ما در جولای در ده الا بیست ده الا اول الا ده جولای ما یک مسابقات مویبران داریم ما هیچ وقت فدراسیون این ورزشکارا رو ما تنها نمیگذاریم ما یک برنامه خیلی خوب بخش حرفه‌ای داریم که اونها رو پیش میبریم که پیشتر هم قدر شما صحبت کردیم بعدا هم شاید قدر شما صحبت بکنیم روی از این موضوع ما مسابقات جهانی مویبران داریم اف ما اگر تا زمان
بخشانی که ما نتونستیم قطعی افما ارتباط برقرار بکنیم، دیگه بخشا هست، ما میتونیم این قهرمان ها را اعزام بکنیم. ما عملا 15 نفر پیشنهاد کردیم، 10 نفر هم از ازینی تجربت از ازینی خود فدراسیون میره که حساب متیولوژی ریسپانسر میکنه، ما میتونیم 15 نفر اعزام بکنیم. همچنان مسابقات روسیه، مسابقات روسیه در 15 جولای هست، ما میتونیم در مسابقات روسیه ورزشکارا را اعزام بکنیم. خوب است، تا زمانی که ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم ان شاء الله که ورزشکارای ما بتونن در این رقابتایی که در کشور روسیه برگزار میشه در ماه جولای حضور داشته باشن و اشتراک داشته باشن. عاطفی صاحب، صحبت های اخیر شما را هم بشنویم. من میخوام کوتاه اگه فرصت بتین صحبت بکنم، اولی که بازم تاکید میکنم به سفری که از 85 تا کنون در سفری که برای اعزام شده عضو تیم ملی میده افغانستان رو داشته. برادر ما یاد میکنه که از یکور تیم ملی چطور مثلا حال لیست تغییر کرده، 50 هر اضافه شده در اصلی یک شمال تیم ملی در سالخواه نداشته، اصلی هم میگیره شامل برنامه است. حال مشروعیت پیدا کرده که بعد عضو تیم ملی شده کدام مسابقه برگزار کردید؟ تشکر عاطفی صاحب. و اگر لطف کنین، اگر برادر کسی که استادم بالایش انتقاد داره جعفر عاطفی، اگر عضویت تیم ملی افغانستان داشته حتما تصاویرش از باز میشه، تصاویرش با ما شریک بسازین، ما حتما او را با بیندای ما شریک میسازیم ببینن که آیا قهرمان بودن یا خیر. تشکر از حضورتان عاطفی صاحب، چون فرصت برنامه هم کوتاه است و همچنان تصاویری که از شما داریم اینجا بسیار صدایتان هم قطع وصل می و تصاویرتان هم اسکریچ میکنه، اصلا نمیتونیم که صدای شما رو درستتر بشنویم. تشکر استاد از حضور شما، لطف کردین. این دوی عزیز فعلا هم وقفه و در ادامه با شهر ورزش باشه. دوباره شما رو خوش آمدید میگم. رقابت های لیگ برتر فوتسال کابل با اشتراک 11 تیم در کابل برگزار شد و همچنان رقابت‌های لیگ الف فوتسال کابل که با اشتراک 26 تیم همچنان در حال برگزاری است. فعلا استاد عتیق الله نیازی را با خود داریم که از مسئولین برگزاری این رقابت‌ها است و بیشتر در مورد این رقابت‌ها که در کدام مرحله رسیدن و چی ارزشمندی و سودمندی داره این رقابت‌ها بیشتر ازشان می‌شنویم. خوش آمدید استاد به شهر ورزش. سلام خدمت شما نواب صاحب، سلام خدمت تمام بیننده برنامه شهر ورزش. چون ما به خاطر استاد یاد کردم، از مسئولین برگزاری هم هستین، چون شما مدرس داوری فوتسال هم هستین. بله نوابی صاحب، ما چند وقت پیش دو هفته پیش تقریبا سند مربیگری داوری فوتسال افغانستان را تونستیم به دست بیاریم. استاد گرامی، لیگ برتر فوتسال کابل و همچنان لیگ الف فوتسال کابل در کدام مرحله رسیده و چی ارزشمندی داره؟ لیگ برتر ما متشکل از 11 تیم است و لیگ الف فوتسال کابل متشکل از 26 تیم است که برگزاری اهداف برگزاری برنامه‌ای از ما پیشبرد برنامه سالانه فدراسیون فوتبال کمیته فوتسال و جذب نخبگان و پیدایش نخبگان و راهیابشون به تیم ملی ما. کورس‌های مقدماتی هم داشتیم به داوری، چی تعداد اشتراک داشتن و به چند روز بود؟ ما امسال دو کورس مقدماتی داشتیم، یک کورس مقدماتی مربیگری بود، یک کورس مقدماتی داوری فوتسال بود. چه تعداد اشتراک کننده داشتیم؟ هم در مربیگری هم در داوری تعداد 24 اشتراک کننده داشتیم. چند روز دوام داشت؟ به مدت 6 روز. و لیگ درجه الف در کدام مرحله است و کدام تیم‌ها فعلا هست شدن و کدام تیم‌ها سود داشتن؟ نواب صاحب، لیگ الف ما که ما برگزار میکنیم به صورت گروهی است، 26 تیم تقسیم شدن در 4 گروه. 4 گروپ هم متشکل از 6 دو تیم از دو گروپش از 6 تیم متشکل شده، دو گروپش هم از 7 تیم. گروپ های 6 تیم ها دو تیم اوت میشن، گروپ های 7 تیم هم 3 تیم اوت میشن، بعد از هر تیم دو گروپ میان در مرحله 8 تیم. و کدام روز مرحله نهایی تان است؟ مرحله نهایی لیگ برتر ما مدت 27 روز دوام میاره، لیگ الف ما به مدت 80 بازی میشه، به مدت 40 روز دوام میاره. بسیار خوب. و تیمایی که سود داشتن باز به این تیما که در رده بندی قرار میگیره جوایز داده میشه از طرف فدراسیون؟ جوایز نقدی خطاب نمیشه، جوایز مادی است، معنوی است. درست. جام رسانا هم در حال برگزاری است. انشالله برنامه‌اش هم در حال صحبت است، احتمالا هفته آینده بخیر برگزار میشه. تشکر از حضور شما. سلامت باشین. تشکر. فعلا هم وقفه و در ادامه با ما باشین. We'll be right back.
در بخش پایانی برنامه با شما هستیم و حتما در جریان هستیم که سهیل حسن‌زاده ورزشکار خوب هنرهای مختلف رزمی قصد به مهاجرت کردن و فعلا هم در کشور امریکا قرار دارن و در رقابت اخیر هم که انجام دادن در سازمان لگیسی فایتینگ الیانس بود که در مقابل جیمز ویلسون توانست که پیروز شود و پس از این پیروزی سهیل حسن‌زاده توانست که جواز حضور در دانا وایت کانتندر را به دست بیاره که دانا وایت کانتندر مسابقات است و رقابت های در این سازمان برگزار میشه که سازمان UFC میتونه که پس از این رقابت هایشان اگر پیروز شود قرارداد دائمی بگیرنشان و فعلا هم سهیل حسن‌زاده ورزشکار خوب ما از طریق خط اسکای با ما وصل است و قرار است که در دانا وایت کانتندر در تاریخ 16 آگست مسابقه داشته باشند. حسن‌زاده صاحب سلام، وقتتان بخیر. سلام نوابی سابقان به شما با متنان عزیزم، خدا غنا جور صحتمند باشید. نوابی سابقان، آمادگی های چگونه سپری میشه و تاریخ مسابقه تام 16 آگست است؟ انشالله بخیر آمادگی ها تام گرفتیم به این فایت که بخیر کمتر از 3 ماه با مسابقه مونده. انشالله اگه افتخار بزرگ به خودم نه تنها به تمام مردم افغانستان است که از خود افغانستان بتانم به سازمان UFC دست پیدا کنم و انشالله افتخار خیلی بزرگ از به مردم افغانستان به خودم و انشالله آمادگی خیلی خوب به این فایت گرفتیم و آمادگی هم به شکل جدی و فنی هم ادامه داره دیگه با امید پیروزی. در کدام ایالات امریکا تمریناتون رو پیش میبرین؟ تمرینات ما فعلا در کالیفرنیا امریکا یا در تیم الفامل پیش یورای فایبر یا قهرمان از بقیه سازمان UFC تحت نظر هم تمرین میکنم. و از عریف چقدر شناخت داری؟ عریف هم یک مویتای کار خوب است و اصل رشتهش هم مویتای است و به نظرم یک مویتای کار است و یک فایت استادی خیلی خوب به نظرم پیش میرم سابقه. و در این کمپ که خودت تمرین میکنی بیشتر ترکیز و تمرکزشان بالای کدام بخش است، استاده یا هم گراوند گیم؟ در کمپ که ما هستم یا تیم انفا تمامش رسلینگ یا پالوان هستن و فعلا تمام فوکسشان بالای زی است که از ما استادیم خوب است و دیفنس یا دفاع پالوانی سرمون کار میکنن به خاطر کریف هم شاید استاده که ما فایت نکنه فایت ببره به زمین و سرمو کار کرده میرن به خاطر دیفنس که ما تک داون یا چپنشون بزنیم. و چقدر امیدوار هستی که بتونی چهارمین نماینده افغانستان در سازمان UFC باشی؟ انشالله که بخیر زحمت هایی که کشیدیم و دعای فامیل مردم عزیزم باشه انشالله که نماینده اولین نماینده از خود افغانستان در UFC و چهارمین نماینده افغانستان در سازمان UFC انشالله هستیم بخیر. با ورزشکارهای افغانستان هم در ارتباط هستی فعلا؟ فعلا با تمام ورزشکارها ارتباط دارم، ارتباط زیاد ندارم به خاطر که ما اکثرا مصروف تمرینات خود هستم و فعلا هم مصروف در تمرین هستم، قدر صفحات اجتماعی نیستم، فقط تمرین میکنم با تمرکز سر تمرینه. بسیار عالی، ای که بتونی بخیر افتخار باشی و افتخار هم هستی و سالهای سال هم افتخار بودی به مردمت که و در سازمان UFC هم بتونی قراردادش به دست بیاری. حسن‌زاده عزیز، مدیر برنامه کی است و کی رقابت بر خود تنظیم کرده؟ نوابی سابقان فعلا مدیر برنامه ما مدت تقریبا 6 ماه میشه که به نام الکس لیبس میگنش، کسی است که داور UFC است و فعلا مدیر برنامه ما امو است، از کشور برزیل است، فعلا در امریکا زندگی میکنه. و قبلا هم فایترهای UFC با این مدیر برنامه قرارداد داشتن؟ بله، تا فعلا هم یکی از قهرمانهای نامدار UFC چارلز آلویرا هم در تیم ماست و قرارداد داره. و تفاوتهای تمرینی را در جایی که خودت هستی و قبلا که در کمپ تمرینی که در افغانستان تمرین میکردی چگونه میبینی؟ نوابی سابقان در اینجا واقعا تمریناتش خیلی پروفشنال است و هیچ وقت یا ما که میبینم از زور از این تمرین هایی که اکثر ما در افغانستان میکنیم، قدرت بدنی بالا، زور بزن، هیچ چیزا اصلا نیست، فقط کلش تمرین های زیاد با فکر با مغز است، تمرین های زیاد اکثر سر مغز زیاد کار میکنه و تمرین های فکریشان زیاد است، همی است که برنامهشان خیلی خوب پیش میره. و اگر این رقابت که بخیر پیروز شوی چقدر پول خواهد درآمد داشتی؟ انشالله این رقابت اگر برنده شم دا حدود 15-20 هزار دلار
دادم. یعنی کلان پول به دست میاری؟ حالا روز در است با خیر به UFC بریم شاید زیادتر بدم. و در رقابت هایی که قبلا انجام میدادی در داخل افغانستان و همچنان چند رقابتی که در کشور بلاروس انجام دادی، او رقابت ها چگونه بود برد؟ صد او رقابت ها حال زیر نظر اگر داشته باشی و ارزیابی کنی؟ ناوی سبقن صدشان خیلی تفاوتشان دیگه چیزه با خدا شایده است که ما پیش پری روز بود که ما داخل بخاطر پروموشن ها رفتم سازمان UFC و داخل قفص UFC شدم در لاس وگاس. داخل قفص UFC شدم با ما فکر میکنم که نمو قفص است که ما در سازمان یا SLFC یا شب نبرد فایت میگنم یا در دفعه سازمان ها و همیشه و همه تا فکر وقتی که داخل رنگ شدم که سعی کردم فکر کردم خدا شایده است که اونم بوست هیچ تفاوت نیدم، فقط تفاوت از دیدم که در این قفز نشته بود UFC و مارکایش سپانسرهایش نشته بود بس خلاص همه جایش ذره چلکی ها و ترایش بله. هریفایت یعنی منظور ما حریفایت است، حریفایی که قبلا کدش مسابقه داشتی و این رقابتی که در امریکا انجام دادی. بله این خو خیلی تفاوت داره نابی سرقن، بخاطر معلوم است که یک ریکورد مثلا آسیا تا یک ریکوردی که در اروپا و امریکا میگیری خیلی مشکل است، سالا باید از داماتور زحمت بکشی بعد از تو به حرفه‌ای به افغانستان یا در آسیا اکثرا سازمانایی بود در هند پاکستان و دیگر کشورها با یک فایت یکی قهرمان میشته از او کمربند در شانه خود می آورد این قهرمان دیگه ایجه کس و چیزا اصلا وجود نداره، فقط هم ورزشکارای واقعی اگه یک ریکورد هم داره و رسای کنه خیلی قوی است با یک ریکورد و چی خواسته که 10، 15، 4، 3 ریکورد می داشته باشه و از دیگه بدون از این رشته در دیگه رشته هم قهرمانی می داشته باشه بعدش MMA ریکوردش می باشه. و مربی هایی که در اونجا هستن خودت چی میگن؟ که بر علاوه از اینکه در هنرهای مختلف رزمی یا MMA میخوایی که مسابقه کنی در جودسو هم که چون سابقه خودت هم جودسو بوده تو میخواین که خودت هم در این رقابت هایی که در بسط ایالتی باشه اشتراک داشته باشی؟ از جودسو کرده و فعلا به نظر من بوکس ما خیلی خوب شده، یکی از مربی های ما به نام اجمال یا ایجی میگنش ایجی خیلی سرم زحمت کشیده و فعلا بوکس ما خیلی خوب شده و یا امی گفته اینه به ما دارن که وقتی تو شهرت زیاد در MMA کشیدی بعد تا یک مسابقه بوکس ما بر جور میکنیم که زندگیت خیلی خوب شد، با پولی که در بوکس در میایه خیلی میتونی زندگی خوب پیش ببری نظر به دیگر رشته ها. و چند ساله هستی؟ 25 سال. و ریکورد و حرفه‌ایت به چند میرسه؟ 10-1 ثبت توپولوژی؟ تپلوژی و شیرداش. تپلوژی دو فایت ما نشده بخاطر بله که چون اشت یک از در تپلوژی HFC بود، دو فایت ما را سازمان HFC ثبت تپلوژی نکده و چند مدت پیش هم با مدیرای تپلوژی و شیرداش که در یکی از مسابقه ما آمده بودن گپ زدم صحبت کردم، اونا گفت هیچ مشکل نیست ما برای تیاره جمع میکنیم بسیار ساده است. و کسایی که در اونجا مدیران برنامه است بسیار زیاد زیر نظر کدام بخش می داشته باشن، تاپولوژی یا هم شیرداغ؟ فعلا شیرداغ تاپولوژی هر دوش برشان مهم است، فقط یا برشان ویدیوهای فایتر مهم است و مدیر برنامه های فایتر. خب یعنی بر از اونا دیگه مهم نیست که که خودت در شیرداغ 10-1 ریکوردت است و در تاپولوژی هم 8-1. اینا تمام اینا رو دیدن بعدش میفهمن بخاطر که ما در کشوری که بودیم اصلا زیاد کسا بود تا نام گرفتنشان هم بعد از زیاد کسای دوست نداشت که ریکوردشان ریکورد ما از اونا بلندتر شد بخاطر ما ممانعت میکردن و نمیخواستن که ریکورد ما ثبت شد بخاطر ما. و در کدام وزن مسابقه میکنی؟ در لایت ویت یا 155 لبی یا 70 کیلوگرم. درست. تشکر حسنزاده عزیز. تشکر نوی سبقند از شما از بیننده های عزیز، تشکر سپاس. اگر کدام حرف باقی مانده میشنویم؟ فقط 16 اگست انشالله خدا ثابت میکنم، هموطنان عزیزم دعا کنه بخیر ثابتانم بازم بیرق کشورم بلند کنم، دوستان دارم. نوی سبقند از شما تشکر از تلویزیونتون و از تمام مدیرانتان برنامه تان که همیشه و قهرمان و ورزشکارا رو حمایت کردین، دوستتان دارم. تشکر حسنزاده عزیز، به خودتم پیروزی و کامگاری خوانستم. بیننده عزیز،
این بود برنامه ای هفته شهر ورزش که خدمت شما تقدیم کردیم. تا هفته بعد که دوباره در حضور شما قرار میگیریم، الله نگهدارتان.